بسم الله الرحمن الرحیم. به یک دیگه از لکچرهای مضمون فیزیک یک به خدمت قرار دارم. سمستر دوم از کتاب یونیورسیتی فیزیکس و مدرن فیزیکس از ای فریدمن. لکچر اول از هفته ششم لکچر 11 میشه. بازم موضوع قوانین حرکت نیوتنه. به این ختم از لکچر ما قادریم که رابطه بین کتله و شتاب و قوه بفهمیم که قانون دوم نیوتن میشه در اصل، رابطه بین کتله و وزن میفهمیم، تاثیر اکشن ریاکشن پیرز، نیوتن ترد لا یعنی قانون سوم نیوتن و فری بادی دیاگرام میتونیم رسم کنیم. بحث قانون دوم نیوتن، میگیم که قبلا هم گفتیم که قانون اول نیوتن گفتیم اگر مجموعی قوه ها بر روی یک جسم صفر شه، یعنی نت فورس بر روی یک جسم صفر شه، جسم به حالت سکون یا به سرعت ثابت حرکت میکنه، یعنی جسم در کل به حالت تعادل قرار داره. یعنی وقتی مجموعی قوه مساوی به صفر شه، جسم شتابی و صفره و به حالت تعادل قرار داره. اگر مجموعی قوه ها یا نت فورس بر روی یک جسم صفر نباشه، یعنی اگر نت فورس بر روی یک جسم قیمت داشته باشه، جسم شتاب داره برابر به ای به جهت نت فورس، یعنی به یک سرعتی به جهت قوه ها یا به جهت نت فورس حرکت میکنه و سرعت از اون هم سرعت شتابیه، سرعت شتابیه و شتابی و به جهت قوه. هرگاه یا میتونیم یک حالت دیگه هم بیان کنیم، اگر جسم سرعت داشته باشه، خود جسم سرعت داشته باشه، اولی سرعت وی داشته باشه، ما یک قوه هم بالای از این وارد کنیم، این سرعت از این تندتر میشه و تندتر که میشه به کدو جهت؟ به جهت سرعت، به خاطر که ما قوه ای که وارد کردیم به به جهت سرعت بود، پس شتابی هم به جهت سرعت میشه و باعث میشه که سرعتی رو بیشتر بشه. او بیانی اول هم میشه که بگیم که نت فورس از این صفر نیه و شتابی داره برابر به ای به جهت نت فورس. و جز حالت سیر اگر در نظر بگیریم، ما جسم اول به سرعت وی به سمت راست حرکت کنه، بعد ما قوه به امتداد خلاف جهت سرعت برای ازی وارد بکنیم، سرعت ازی کند میشه. سرعت کند میشه یعنی چی؟ یعنی شتابی داره، شتاب تأخیری، شتاب کند شونده، یعنی سرعت کند میشه. سرعت به چی مقدار کند میشه؟ برابر به ای و به خلاف جهت سرعت. به خاطر چی؟ به خاطر قوه که ما وارد کردیم، ای خلاف جهت سرعته، پس ای شتاب شتاب تأخیری میشه. پس به هر دو حالت، زمانی که نت فورس بر جزء B و جزء C، زمانی که نت فورس بر روی یک جسم صفر نباشه، قیمت داشته باشه، جسم شتابی داره برابر به A به جهت نت فورس. قانون دوم نیوتن بیان میکنه، میگه که اگر ما به یک جسم برابر به F یا برابر به F1 یا مجموعی قوه ها برابر به F1 میشه به یک جسم وارد میکنیم، جسم شتابی بر خود میگیره به جهت اف یک. اگر به یک جسمی که به کتله ام داره مجموع قوا بشه برابر به دو تا اف یک، جسم هم شتابی بر خود میگیره برابر به دو تا. دو تا ازم چی فرق دارن؟ شکل الف و شکل ب. شکل الف اینه که اگر ما اف یک وارد میکنیم به جسم، جسم شتاب ای بر خود میگیره به جهت اف یک، شتاب A به جهت F1. اگر F رو دو برابر میکنیم، یعنی مجموع قوا میشه دو تا F1، شتاب هم دو برابر میشه، به جهت قوه شتاب میشه دو برابر. به شکل C بیم در نظر میگیریم، اگر به کتله M ما مجموع قوه های وارد میکنیم که برابر به نصف F1 بشه، یعنی یک بر دو F1، این جسم شتاب خود میگیره به جهت قوه برابر به A بر دو. خب خلاصه چی؟ اگر F1 داشته باشیم شتاب A وارد بکنه، اگر قوه دو برابر کنیم
شتاب هم دو برابر میشه، اگر قوه نصفه کنیم شتاب هم نصفه میشه. پس نظر به ایگه پا قانون دوم نیوتن میگه که خود قوه مستقیما متناسبه به شتاب. یعنی هر چه که ما قوه بیشتر کنیم شتاب هم بیشتر میشه، هر قوه کمتر کنیم شتاب هم کمتر میشه. پس قانون اول، قانون دوم نیوتن رقم تعریف میکنه، میگیم قانون دوم نیوتن میگه که هرگاه به جسم قوه وارد کنیم، به جسمی که کتلی و ام باشه قوه وارد کنیم برابر به اف، شتاب داره برابر به ای به جهت قوه. اگر مقدار قوه زیاد کنیم شتاب هم زیاد میشه، اگر مقدار قوه کم کنیم شتاب هم کم میشه. پس قوه مستقیما متناسب به شتاب. رابطه بین کتله و شتاب، شتاب مستقیما متناسب به مقدار کتله، در صورتی که مقدار قوه بر روی جسم ثابت باشه، یعنی قوه به شرط تغییر نکنه به عین قوه، خود شتاب مستقیما متناسب به کتله. یعنی چی؟ یعنی به این معنی که اگر ما مجموع قوه یا نت فورسی برابر به سمشن اف به سمت راست به کتله ام یک وارد کنیم، کتله ام یک برابر به ای یک شتاب به سمت قوه یا جهت قوه وارد میکنه، یا به کتله ام یک شتاب برابر به ای یک به سمت راست به کتله وارد میشه. اگر قوه تغییر ندیم، کتله تغییر بدیم، شتاب میشه برابر به ای دو. اگر قوه بازم تغییر ندیم و شکل سی اگر در نظر بگیریم، کتلر دو برابر کنیم، یعنی ام یک داشته باشیم با روی ام یک یک ام دوی هم حساب بگذاریم، وقتی که قوه وارد میکنیم شتاب میشه برابر به اسی. یعنی چی؟ یعنی به این معنی که اگر کتله ام یک داشته باشیم شتاب ای یک، اگر ام دو داشته باشیم شتاب ای دو، اگر ام دو از ام یک بزرگتر باشه ای دو از ای یک کوچکتره. اگر ام دو بزرگتر از ام یک باشه پس ای دو از ای یک کوچکتره. و واضحه که ام یک و ام دو از هر دو تا، از ام یک و ام دو اینا رو هر دو رو هم بیم ما بگذاریم، از این دو شکل ای و بی واضحه که شکل سی کتله و بزرگتره، پس ای سی از همه کوچکتره. پس در نتیجه هر قدر که کتله کمتر باشه شتاب بیشتره، و هر قدر که کتله بیشتر باشه شتاب کمتره. خب قانون دوم نیوتن رو میتونیم ما نظر به سلایدهای قبلی بیایم نتیجه گیری کنیم، نظر به سلایدهای قبلی بنویسیم که قانون دوم نیوتن بیان میکنه، میگه که مجموع قوه هایی که ما به روی یک جسم وارد میکنیم مساوی میشه به مقدار کتله ضرب شتابی که جسم به جهت قوه به خو میگیره. واحد قوه یک نیوتن برابر به یک کیلوگرم متر فی ثانیه مربع. که اگر واحد کتله ما کیلوگرم فرض بکنیم، یعنی سیستم اس آی اگر باشه که واحد کتله کیلوگرمه و واحد شتاب هم متر به هر ثانیه مربع، پس یک کیلوگرم ضرب در متر فی ثانیه مربع میشه یک نیوتن که واحد قوه هست. مثال 4-4 با استفاده از قانون دوم نیوتن مثال کار میکنه، یعنی مثال تطبیق قانون دوم نیوتنه. در این مثال میگه که یک کارگر یک بکسر به امتداد افق با وارد کردن 20 نیوتن قوه به سمت راست حرکت میده، در صورتی که مقدار کتله برابر به 40 کیلوگرم باشه و استکاک یا قوه فرکشن هم بر روی از این سطح صفر باشه، یعنی نگلیجبل فرکشن باشه، یعنی فرکشن قابل صرف نظر باشه، یعنی صرف نظر بکنیم، گفته what is the acceleration of the box، گفته مقدار شتاب از این بکسر پیدا کنیم، شما مقدار شتاب بکسر گفته به دست بیاریم. اگزمپل 4-4 حل. کتله بر روی سطح قرار داره، سطح هم صافه، اصطکاک نداره، قوه F برابر به 20 نیوتن به ای وارد شده، مقدار کتله هم
40 کیلوگرمه W وزن از اینه و این هم که گفتیم عبارت از نارمال فورس. در وقتی که سطح اصطکاک نداشته باشه، یعنی به حساب اصطکاک قابل صرف نظر باشه، ما به نارمال فورس کار نداریم به شرط سطح هم افقی باشه. پس ما به می قوه عاملی که 20 نیوتن توسط کارگر به یک کتله وارد شده همیر ما در نظر میگیریم. قانون دوم نیوتن میگه که مجموعی قوه هایی که به روی یک کتله وارد میشه برابر به مقدار کتله ضرب در شتابی که کتله به جهت قوه بخو میگیره. پس نوشته میکنیم مجموعه قوه ها مساوی میشه به کتله ضرب شتاب. پس مجموعه قوه ها برابر به 20 نیوتن. 20 نیوتن قوه برابر به کتله، مقدار کتله داریم 40 کیلوگرم ضرب در ای. از اینجا از ما خواسته که شتاب از این کتله یا شتاب از این بکسر پیدا کنیم. مثلا میشه 20 نیوتن تقسیم 40 کیلوگرم. مثلا میشه 20 بر 40 1 بر 2 1 بر 2 یا 0.5 نیوتن بر کیلوگرم. نیوتن می نویسیم کیلوگرم متر فی ثانیه مربع تقسیم کیلوگرم. پس نوشته می کنیم ای مساوی میشه به کیلوگرم و کیلوگرم خط می زنیم، ای مساوی میشه به 1/2 متر فی ثانیه مربع. مثال 4-5 با تطبیق قانون دوم نیوتن میگه شخص یک بوتل یک قوه به سمت راست برای وارد میکنه که این بوتل سرعت به خود میگیره، سرعت وی صفر ایکس برابر به 2.8 متر فی ثانیه. کتله از این بوتل هم 0.45 کیلوگرمه. این بوتل حرکت میکنه، بعد از یک متر فاصله به روی سطح استاد میشه. یعنی بعد از یک متر فاصله سرعت از این صفر میشه. از ما میخواد میگه که شما پیدا کنیم که چی قوه باعث شده که این حرکت از استاد بشه، که او قوه میفهمیم ما قوه اصطکاک یا قوه فریکشنه. گفتم مقدار و جهت قوه فریکشن یا قوه اصطکاک پیدا کنیم. فری بادی دیاگرام از این که رسم کنیم، بروی از این بوتل وزن از این به سمت پایین عمل میکنه، قوه نارمال فورس میگیم، قوه که نارمال از طرف سطح به این وارد میشه سمت بالا، و یک قوه هم به سمت چپ وارد میشه برای که همین قوه نت فورس میگیم ما، قوه فریکشن که این باعث میشه که شتاب بده برای از خلاف جهت حرکت، که شتاب تأخیری میگیم، که به اساس همون شتاب تأخیری این حرکت از استاد میشه و سرعت از بالاخره بعد از یک متر صفر میشه. حالا ما میخوایم که قوه اصطکاک یا قوه فریکشن و مقدار و جهتی رو پیدا کنیم. اگزمپل 4-5 میگه یک شخصی یک بوتل به سمت راست قوه بری وارد میکنه که این بوتل سرعت به خود میگیره به اندازه 2.8 متر فی ثانیه مربع. این بوتل بعد از طی نمودن فاصله یک متر استاد میشه. در صورت که کتله از این بوتل 0.45 کیلوگرم باشه، گفته پیدا کنیم که چقدر قوه از طرف سطح موازی به سطح به خلاف جهت حرکت وارد شده که بعد از یک متر سرعت از این صفر کرده، یعنی استاد شده. او قوه ما قوه اصطکاک یا قوه فریکشن میگیم، که ما گفتیم قوه فریکشن عبارت از قوه که از طرف سطح به جسم موازی به حرکت یا موازی به سطح وارد میشه. خب برای پیدا کردن قوه ما باید اول پیدا کنیم که این جسم چقدر شتاب داشته. واش پیدا کردن شتاب از چپتر 4 امکان نداره، که از این حالت ما باید بریم به چپتر 2 و 3. از چپتر 2 و 3 بیایم کمک بگیریم که مقدار شتاب از این کتلر بیایم پیدا کنیم. چون اگر ما قانون دوم نیوتن کار بکنیم، دو جز داره سوال ما، شما دو تا مجهول داره، دو تا مجهول به یک معادله قانون دوم نیوتن پیدا کردن و غیر ممکنه. پس میریم از این معادله کار میگیره، از معادله چپتر دوم که گفتیم وی اف مربع منفی وی صفر مربع مساوی میشه به 2a ضرب در x.
بزی سوال سرعت اولی از یک کتله است 2.8 متر فی ثانیه، بعد از 1 متر بعد از 1 متر فاصله سرعت فاینال از 0 شده، یعنی استاد شده. پس ما به این معادله اف وی فاینال داریم 0، وی 0 داریم 2.8 متر فی ثانیه، و x هم داریم 1 متر. نوشته میکنه معادله خور به قیمت گذاری میکنیم 0 مربع یعنی وی اف مربع منفی، وی 0 مربع یعنی 2.8 مربع مساوی میشه به 2 ضرب در a ضرب در x هم است 1. پس a مساوی میشه به منفی 2.8 مربع. البته یاد مونره که این 2.8 ما یک مربع منفی مربع نیه، باید بنویسیم 2.8 مربع منفی تقسیم 2 که مقداری رو میشه 3.92 متر فی ثانیه مربع. این مقدار شتابیه که به علامه منفی 3.92 متر فی ثانیه مربع به خلاف جهت حرکت، به خاطر که قوه ای که سطح به کتله وارد میکنه موازی به سطح خلاف جهت حرکت، پس این شتاب ما شتاب منفیه به جهت قوه ای که خود سطح وارد میکنه، که این قوه ما باید ایتا وارد کنیم، قوه خلاف جهت حرکت به نام اف خورد یا قوه استکاک. حالا میایم نظر به قانون دوم نیوتن اف پیدا میکنیم. اف گفتیم مستقیما متناسب به مقدار شتاب، که گفتیم اف مساوی میشه به کتله ضرب شتاب. پس میایم قیمت میگذاریم، اف مساوی میشه به قیمت کتله داریم 0.45 کیلوگرم و قیمت شتاب است 3.92 متر فی ثانیه مربع. علامه شتاب ما منفی بود، بعد منفی را بنویسیم ضرب در منفی 3.92 متر فی ثانیه مربع، که مقدار اف ما مساوی میشه به یک اشاریه 764 نیوتن کیلوگرم متر فی ثانیه مربع. منتها علامه او منفیه، به خاطر که قوه که باعث کندی حرکت میشه، پس ما علامه او منفی داریم. میتونه مثلا اف مساوی میشه به 1.764 نیوتن به جهت چپ. پس این مقدار قوه که از طرف سطح به کتله وارد شده باعث شده که بعد از 1 متر حرکتی رو کند کنه و کند کنه تا به یک بعد از 1 متر فاصله حرکتی رو استاد میشه و سرعتی رو صفر میشه. سیستم های اندازه‌گیری واحدات. در سیستم SI قوه به نیوتن اندازه‌گیری میکنیم، دیستنسر به متر و کتلر به کیلوگرم. در سیستم بریتیش قوه به پاوند، دیستنسر به فوت و کتلر به سلگز. سلگ میگیم اون تا سلگز که از شکل جمعیونه. در سیستم CGS قوه به داین، دیستنسر به سنتیمتر و کتلر به گرام. جدولی هم داریم، سیستم یونیت قوه، کتله و اکسلریشن یا شتاب. SI نیوتن قوه، کتله کیلوگرم و اکسلریشن متر فی ثانیه مربع. سیستم CGS قوه به داین، کتله به گرم و اکسلریشن سنتیمتر فی ثانیه مربع. سیستم بریتیش قوه به پاوند، کتله به سلگ و اکسلریشن به فوت فی ثانیه مربع. پس جدول مشخص میشه که یک نیوتن برابر به کیلوگرم متر فی ثانیه مربع، یک داین برابر به گرام سانتی متر فی ثانیه مربع و یک پوند هم برابر به سلگ فوت فی ثانیه مربع. رابطه بین کتله و وزن. وزن عبارت از مقدار قوه جاذبه که از سمت زمین بالای جسم عمل میکنه. پس اگر ما بیایم نظر به قانون دوم نیوتن کتله در نظر بگیریم، کتله بگیم ام
و قوه که از سمت زمین بالا جسم عمل میکنه ایر اف بگیم، و شتابی هم که از طرف زمین به جسم عمل میکنه رم مسیح بشه به جی پس اف مسیح چی میشه؟ اف مسیح میشه به کتله ضربی شتاب، یا مسیح میشه به کتله خودی و ایواز شتاب هم جی بنویسیم ام زب در جی. پس دبلیو و وزن رو هم به دبلیو میگیم، دبلیو مسیح میشه به اف مسیح میشه به ام زب در ای مسیح میشه به ام زب در جی. پس وزن برابر به کتله زب در شتاب جاذبه زمین، که این وزن همیشه عمود به سطح زمین عمل میکنه. مقدار جی بستگی به ارتفاع سطح زمین داره، the value of g depends on altitude، بستگی به ارتفاع سطح زمین از سطح بر داره، مثلا هرچه که به ارتفاع بالاتر بریم مقدار جی کم میشه. در دگه سیارات مقدار جی خیلی متفاوته، و در قمر زمین که ما میگیم مون یا مهتاب مقدار جی یک ششم مقدار جی زمینه، یعنی اگر مقدار جی زمین 9.8 در نظر بگیریم، ما مقدار 9.8 در تقسیم 6 کنیم میشه 1.635، یعنی شتاب جاذبه به مهتاب است 1.635 متر فی ثانیه مربع. و یاد مانره که خود نیوتن که است واحد قوه، واحد کتله نیه، واحد کتله که است در سیستم اسای گفتیم پیشتر کیلوگرم، و در سیستم بریتیش گفتیم پاوند، و واحد کتله در سیستم بریتیش گفتیم سلاگه. بعدم در مورد ماس و ویت یا کتله و وزن یک مثال داریم. در مثال 2.6 در شپتر 2 مثال ششم گفته یک یوروی بوده از یک برج به سمت زمین رها شده بوده. گفته اگر گفته افت کوین فالز فریلی، اگر گفته کوین خودی همی پول سیا سقوط آزاد داشته باشه، so that the effects of the air are negligible، اگر تأثیرات هوا قابل صرف نظر باشه یعنی نادیده گرفته بشه، how does the net force on the coin vary as it falls، میگه مقدار نت فورس، مقدار قوه خالصی که به رو کتله وارد میشه به اسنایی که سقوط میکنه چی مدل تغییر میکنه، یعنی چی رقم تغییر میکنه. هیچی راحت دیگه، اون وزن جسمه، این به اثر وقتی که این سقوط آزاد باشه یعنی به رسمان بسته نباشه، دقیقا مقدار قوه که باعث میشه که این برکت در بیاره وزن از اونه. پس مجموع قوه مثلا میشه به دبلیو یا وزن از اون. پس نشون میکنه مجموع قوه مثل میشه به کتله ضرب شتاب، مثل میشه به ام ضرب در جی، مثل میشه به دبلیو، در صورتی که شتاب ام هم برابر به شتاب جاذبه زمینه، چون وقتی که جسم سقوط آزاد داشته باشه یعنی به جسم به ریسمان بسته نباشه، دقیقا شتاب جاذبه زمین برو عمل میکنه. وقتی به ریسمان بسته کنیم شتاب تفاوت میکنه، حتما وقتی که جسم به ریسمان بسته باشه شتاب که به رو کتله وارد میشه که رو به سمت پایین میایه از شتاب جاذبه زمین معمولا کمتره. بازم در مورد کتله و وزن مثال دیگه داره، مثال 4.7 میگه جسمی به نام رولز رویس فانتوم وزن از او است 2.49 ضرب 10^4 نیوتن، میگه به امتداد مس پد ایکس دایرکشن در حرکت، میخواییم برای از این امرجنسی استاپ بدیم، یعنی میخواییم او رو استاد کنیم. میگه به امتداد محور x یعنی به x کمپوننت نت فورس ولی از این عمل میکنه منفی 1.83 ضرب 10^4 نیوتن، یعنی به خلاف جهت حرکت از او، یعنی او جهت حرکت او سمت مثبت سمت راسته، به خلاف جهت حرکت او یعنی منفی محور x 1.83 ضرب 10^4 نیوتن قوه بر او از این عمل میکنه. میگه شما پیدا کنیم که به چی اکسلریشن یا به چی شتاب ای استاد میشه، شتاب تاخیری از این گفته به دست بیاره.
خب ما نظر به قانون دوم نیوتن میگیم مقدار قوه ای که بالا جسم عمل میکنه برابر به مقدار کتله ضرب در شتاب جسم به مو جهت قوه. خب ما به اینجی مقدار کتله را باید ما داشته باشیم که بتونیم که قوه را هم داریم که قوه عبارت از منفی 1.83 ضرب 10 به طاقت 4 نیوتنه. اگر ما کتله داشته باشیم میتونیم شتاب داشته باشیم، پس کتله می از رو وزن حساب میکنیم. وزن جسم هست 2.49 ضرب 10 به طاقت 4 نیوتن، تقسیم میکنیم به مقدار شتاب جاذبه زمین 9.8 متر فی ثانیه مربع. پس کتله مساوی میشه به دبلیو بر جی، مقدار میشه 2450 کیلوگرم. پس مقدار شتاب به جهت ایکس مساوی میشه به خود قوه که بالای جسم عمل کرده تقسیم کتله، میشه منفی 1.83 ضرب 10 به طاقت 4 نیوتن تقسیم 2450 کیلوگرم، که مقدار شتاب مساوی میشه به منفی 7.2 متر فی ثانیه مربع. یا میتونیم بگیم که شتاب، پس شتاب می نویسیم برابر به 7.2 متر فی ثانیه مربع سمت چپ. این رقم بعد رسم کنیم، یا میشه که برای او علامه بدیم منفی، یا میشه که جهت برای او رسم کنیم به سمت چپ ای عمل میکنه. قانون سوم نیوتن یا نیوتنز ثرد لا. قانون سوم نیوتن میگه که وقت یک جسم بالا جسم دیگه قوی وارد کنه، از طرف جسم دوم هم دقیقا همو قوه برابر به جسم اول وارد میشه، مساوی و مختلف الجهت. میگه if a body exerts a force on body B an action then body B exerts a force on body A a reaction. یعنی قوه ای که از طرف بادی یا جسم A به سمت جسم B وارد میشه و به نام اکشن یاد میشه، و قوه ای که از سمت جسم B به جسم A وارد میشه او به نام ریاکشن وارد میشه، ریاکشن یاد میشه. مثلا این نفر با پاخو قوه برابر به اف ای به توپی که اسم از جسم بیه وارد کرده به سمت راست به بالا، و از طرف توپ مقدار قوه برابر به اف بی که از طرف بی به آن ای می نویسیم این قوه منطقه مختلف جهت به ای وارد شده. پس این دو تا قوه که گفتیم از سمت جسم ای به جسم بی وارد میشه، اینا از نظر مقدار با هم برابرن و از نظر جهت مختلف الجهتن. لازم به ذکره که این دو تا قوه که عمل میکنن اینا بالای دو جسم عمل میکنن، یعنی یک بالای جسم B و یک دیگه بالای جسم A. اگر بنویسیم نوشته میکنه F A on B مساوی میشه منفی F B on A، دو تا قوه مساوی و مختلف الجهت، عمل عکس عمل مساوی مختلف الجهت. قانون سوم نیوتن اگزمپل 4.8 میگه وقتی که یک موتور خراب میشه ما مجبوریم که ایر توسط تله کردن ببریم به سمت مستری خونه. میگه در حالی که موتور در حال میخوای شروع بکنه رو به حرکت کردن، How does the force you exert on the car compare to the force the car exerts on you؟ میگه چی رقم شما مقایسه میکنیم قوه که شما به موتور وارد میکنه و قوه که موتور به شما وارد میکنه؟ و همچنان گفته که How do these forces compare when you are pushing the car along at a constant speed؟ میگه وقتی که شما میخواییم بور توسط پوش کردن یا توسط تیله کردن به حرکت بدیم و به سرعت ثابت بور برکت بریم، یعنی گفته قوه شما مقایسه کنه. خب ما این فهمیم که قانون سوم نیوتن میگه که هر چه قوه که شما به جسم به موتور یا به جسم وارد بکنیم، از طرف موتور هم همه قدر قوه برای شما یا به سمت دستا شما قوه وارد میشه. فرقی نمیکنه که موتور استاد باشه شما قوه برای وارد کنیم، موتور در حرکت باشه به سرعت ثابت شما قوه وارد کنیم برای او، یا موتور در حرکت باشه به شتاب. یعنی فرق نمیکنه چی استاد باشه، چی به صورت ثابت حرکت بکنه، چی شتاب باشه، قانون سوم نیوتن به هر سه حالت صدق میکنه. قوه ای که شما به موتور وارد میکنیم به هر سه حالت هم که موتور باشه شما قوه که وارد میکنیم، او قوه هم از طرف موتور دقیقا برابر به قوه ای که شما به موتور وارد میکنیم مساوی و مختلف الجهت به دستا شما عمل میکنه. مثال 4.9
بحث تطبیق قانون سوم نیوتن بر روی یک جسمی که به حالت سکون قرار داشته باشه. سیب رو میز گذاشتیم، از طرف سیب به زمین قوه عمل میکنه، یعنی وزن سیب، و از طرف خود میز هم قوه عمل میکنه به سمت بالا به روی سیب. اگر بیایم اینا رو بررسی بکنیم، قوه ای که از طرف زمین به سیب وارد میشه که وزنی مونه، و قوه ای که از طرف زمین به سیب وارد میشه، میتونیم یکی رو بگیم F اپل آن ارت مثل میشه منفی F ارت آن اپل، یعنی قوه ای که از طرف سیب به زمین وارد شده برابر به منفی F ارت آن اپل. با حالت دوم اگه بیایم میز و سیب در نظر بگیریم، سیب برو میز گذاشتیم، قوه ای که از طرف سیب به میز وارد میشه که اف اپل آن تیبل میگیم، و قوه که از طرف تیبل یا میز برای سیب وارد میشه میگیم اف تیبل آن اپل، که اف اپل آن تیبل مثل میشه به منفی اف تیبل آن اپل. عمل و عکس العمل منتها اینا جوره قوه، جوره قوه، قوه عمل و عکس العمل نیم که به حساب قانون دوم سوم نیوتن باشه، به خاطر که اگر ما به این حالت بیایم یکی از این قوار ور داریم، مثلا میز رو ور داریم، اگه میز رو ور داریم فقط یک قوه میمونه که او هم قوه میز، قوه سیبه که رو سمت پایین عمل میکنه. ما برای از اینکه بفهمیم که قوه جور قوه که طبق قانون سوم نیوتن باشه، حتما باید دو جسم باشه، حتما باید دو جسم باشه که از طرف یک جسم جسم دیگه قوه عمل کنه و از طرف جسم دیگه به این جسم اولی قوه عمل کنه، مثل مختلف الجهت باشن. مثلا اینجا که وقتی ما میز وردشتیم، قوه که از طرف سیب بریم میز به سیب وارد میشد دیگه صفر شد، تنها موند سیب و یک قوه، و پس به این معنیه که از طرف، یعنی به یک جسم دو تا قوه وارد شده، یعنی هر دو قوه بالا یک جسم وارد میشه، پس دو تا جسم اینجا وجود نداره که بگیم این قوه از طرف ازی و این قوه هم از طرف ازی وارد شده. پس این وزن جسم بوده که بالای میز گذاشته بوده، و میز رو وقتی برداشتیم دیگه وزن جسم بالای میز، یعنی قوه ای که از طرف میز به جسم وارد شده، این صفر میشه. پس این خود جوره قوه یا اکشن ریاکشن پیر شده نمیتونه، به خاطر که هر دو قوه بر روی یک جسم عمل میکنه. اگر ما یک رو برداریم یک قوه دیگه باقی میمونه، پس ای اکشن ریاکشن پیر یا جوره قوه اکشن ریاکشن یا قوه عمل عکس عمل شده نمیتونه. مثال 14، بازم تطبیق قانون سوم نیوتن بر روی یک جسمی که حالت سکون قرار داره. میگه استون مثلا درگز a marble block across a floor by pulling on a rope attached to the block. میگه یک شخص یا فرمزار مرمرکار میگه یک بلاک مرمر میگه توسط ریسمان بسته کرده و میخواه به سمت راست کش بکنه. میگه بلاک به سمت حرکت میکنه، یعنی مهم نیه که اکولیبروم باشه یا نیه. میگه که قوه هایی که بروی ازی عمل میکنه شما تحلیل کنیم و بعد بگیم که کدوم یک ازی قوه اکشن ریاکشن پیر هست. ما شکل ای که برای ما گفته فقط بلاک و ریسمان و شخصی که بروی ریسمان قوه عمل وارد میکنه، اول میایم ریسمان و شخص رو در نظر میگیریم. ریسمان شخص یک قوه بالای ریسمان وارد میکنه که میگیم اف ام آن آر، و از طرف ریسمان هم به دست شخص قوه وارد میشه که این میگیم اف روب یا اف آر آن ام، یعنی ام خود نفر گفتیم و آر هم روب یا ریسمان، اف شخص بالای ریسمان و اف ریسمان بالای شخص. ای عمل و عکس العمل مثل مختلف الجهت و اکشن ریاکشن پیر یا جوره قوه که طبق قانون سوم نیوتن باشه هم هست و صدق میکنه. اگر بیایم ریسمان رو بلاک در نظر بگیریم، قوه که از طرف ریسمان بالای بلاک وارد میشه و قوه که از طرف بلاک بالای ریسمان وارد میشه، این دو تا جور قوه هم بازن عمل و عکس العمله و بازن اکشن ریاکشن پیر هم میتونن باشه. خب اگر بیایم در این حالت جزء C ریسمان در نظر بگیریم،
تنها جسمی که ما در نظر میگیریم ریسمان در نظر بگیریم، قوه که از طرف شخص به ریسمان وارد میشه نام گذاشتیم اف ام آن آر، قوه که از طرف بلاک به ریسمان وارد میشه این بگیم اف بلاک آن آر. ای هر دو قوه بالی یک جسم عمل کرده، پس ای اکشن ریاکشن پیر شدن نمیتونه. وقتی ما گفتیم اکشن ریاکشن پیره که دو تا جسم باشه، از طرف دو تا جسم متقابل هم قوه وارد بشه و هم دیگر، این ما میگیم اکشن ریاکشن پیر. اگر باز بیایم حالت دی بیایم در نظر بگیریم، بگیم اف روب آن بی، یعنی مقدار قوه که از طرف ریسمان بالی بلاک وارد شده و قوه که از طرف شخص بالای ریسمان وارد شده، این دیگه باید ما مطمئن باشیم که آیا قوه که از طرف شخص بالای ریسمان وارد میشه برابر به قوه که از طرف ریسمان بالای بلاک وارد میشه هست یا نه. این دیگه وزن ریسمان رو ما باید در نظر بگیریم، به خاطر که تفاوت میکنه وزن قوه که یک انجام ریسمان ما قوه وارد میکنیم، قوه که با ریسمان انتقال پیدا میکنه به بلاک متفاوته. اینا مساوی نیان، به هیچ بحث ما نداریم. فری بادی دیاگرامز یا رسم جسم آزاد، ما هر وقتی که میخوایم سوال فیزیک یا به دیگه زمین کار کنیم، اول باید فری بادی دیاگرام رسم کنیم، بعد به اساس فری بادی دیاگرام بیایم تحلیل کنیم و معادلات به ریاضی بنویسیم، و بعد خودم وقتی که رو فری بادی دیاگرام باشه اعتماد میفهمیم که باید چی کار بکنیم. بدون فری بادی دیاگرام کار یک کمی مشکل تر. فری بادی دیاگرام خودی و جسم رو به یک نقطه فرض میکنیم، بعد به روی همون نقطه قوه ها به جهاتی که بالای جسم قوه وارد شده نشون میدیم. مثلا به این شکل ای یک شخصی به یا میخوای این نفر میخوای بدوه، پا خور به یک بلاک بند میکنه، بلند بند میکنه که میخوای حرکت بکنه، شروع کنه به دویدن. این بلاک قوه که برو بلاک وارد میشه، یک وزن این نفره سمت پایین عمل میکنه، از طرف بلاک یک قوه عکس العمل وارد میشه برای شخص نفر که چون پا خور به بلاک بند میکنه، به اون جهتی که حالا فعلا زاویه برای ما مهم نیست، خلاصه به این جهت مایل عمل میکنه که این یاد میکنه به نام اف بلاک آن رانر، یعنی اف بلاکی که اف که از طرف بلاک به شخص وارد میشه و وزن خود شخص هم هسته. که باز زیر ما میاییم ما اف بلاکر به دو مرکب تجزیه میکنیم که میشه اف وای و اف ایکس. این شد فری بادی دیاگرام. از این به این شکل وقتی یک نفر میتونه میخواه یک شخص میخواه جمپ بزنه، اول خود خور یک محکم به زمین میندازه، به خاطر که بتونه یک قوه با اکسلریشن بالاتری که پرش بزنه بره بالا. خب وقتی که خود خور به زمین فشار میده یا میندازه به زمین، از طرف خود از این یک قوه که وزن از این به زمین عمل میکنه و از طرف زمین هم یک وزنی که ما به نام نورمال فورس گفتیم قبلا که به این نشون میدادیم این خورد عمل میکنه. این فری بادی دیاگرام از این شخص شد. شخصی که توپ رو انداخته به داخل بسکت یا داخل سبد، این وقتی که بکس توپ میندازه به داخل سبد، این دیگه فری فالینگه، یعنی سقوط آزاده. وقتی که سقوط آزاد باشه تنها قوه ای که عمل میکنه برو از این وزن نیونه، پس ما تنها قوه ای که داریم وزن از اینه، این ما میگیم فری فالینگ. فری بادی دیاگرام از این رسم شد. اگر بیایم یک آب باز یا شنا به حساب قواس ما در نظر بگیریم، شخص اول قوایی که برو از این ما میخواییم برو شخص یک نقطه فرض کردیم به مرکز ثقل خود شخص، وزنی و یک قوی اطمان دیگه وارد میکنیم چون وزن از اطمان عمل میکنه. ما بعدها با میخونیم به مضمونهای بالاتر که وقتی که یک جسم در داخل آب قرار میگیره یا فرق میکنه انسان باشه دیگه اجسام و بیجان باشن، وقتی به داخل آب قرار میگیره از طرف آب یک قوی به نام بایونسی فورس میگن، به فیزیک دو هم باز انشاءالله خونده میشه، بایونسی فورس به نام قوی شناوری میگن، قوی که از طرف آب برای جسم عمل میکنه که یعنی وزن جسم یک سبکتر میکنه. این به نام بایونسی فورس میگه ما، که این به نام اف بایونت یا اف بایونسی یاد میکنه، که از پایین به سمت بالا عمل میکنه. بعد ما وقتی که میخوایم شنا کنیم، پا خور وقتی که به
آب میزنیم که یک از طرف آب یک عمل عکس العمل به ما وارد بشه که ما بتونیم حرکت بکنیم. این قوه به نام افت ثرست یاد میکنه، افی که ما به پاخور وقتی که به آب زدیم از طرف آب برای ما یک قوه وارد شده، این به نام افت ثرست یاد میکنیم. و درگ فورس که هست قوه که مانع حرکت ما میشه به داخل آب. خب ولی اینا بس درس ما نیه، فقط مهم اینه که ما همی گپار بفهمیم که قوار نشان بدیم، چون درگ فورس و افت ثرست و اینا چیزهایی که افوبایانسی، اینا چیزهایی که درس های مضامین بعدی خونده میشه، ولی اینجا آورده دیگه. افت درگ گفتیم عبارت از قوه که مثل قوه استکا گوریه که وقتی که یک جسم به روی یک سطح ما کش میکنیم، از طرف سطح به جسم موازی به سطح یک قوه وارد میشه. این ما به نام اف فرکشن یا قوه استکا گفتیم. ولی یک وقتی که یک جسم در داخل آب یا به جریان هوا فرض مثال جسم حرکت میکنه، از طرف جریان یا جریان آب باشه یا جریان هوا باشه، یک قوه خلاف جهت حرکت متحرک عمل میکنه که این ما به نام درگ فورس یاد میکنیم. درگ فورس در داخل آب هم میتونه باشه، به هوا هم میتونه باشه، به گازات هم میتونه باشه. مثلا وقتی که تیاره به حرکت میکنه، از طرف هوا که قوه به تیاره وارد میشه که مانع حرکت از میشه، یعنی باعث میشه که حرکت از کند بکنه، او قوه رو به نام درگ فورس میگم از طرف ایر یا از طرف هوا. و به طرف آب هم چنان قوه درگ یا درگ فورس داریم که خلاف جهت حرکت متحرک عمل میکنه که به نام درگ فورس یاد شده. ای بود فری بادی دیاگرام، ختم چپتر 11 بود. در این چپتر، خب در این لکچر 11، در این لکچر ما فقط موضوعاتی که خوندیم بحث قانون دوم نیوتن بود و قانون اول نیوتن و قانون سوم نیوتن. ما قانون اول نیوتن گفتیم که وقتی یک جسم در حرکت باشه، به شرطی که دیگه هیچ عوامل خارجی برای از او عمل نکنه، یعنی مجموعه قوه ها بر روی از او جسم صفر باشه، ای به سرعت ثابت حرکت خو ادامه میده. و اگر جسم به حالت سکون باشه، به شرطی که هیچ عوامل خارجی برای از او عمل نکنه، حرکت به همون به حالت سکون باقی میمونه. این خلاصه قانون سوم نیوتن بود. قانون دوم نیوتن گفتیم که عبارت از وارد شدن یک قوه بر روی یک کتله. اگر ما قوه بر روی کتله وارد کنیم، به اساس قوه ها کتله به حرکت در میایه. آره، حرکت از چی رقمه؟ به امتداد قوه که بر روی کتله ما وارد میکنیم، شتاب به جهت قوه برای از وارد میشه. که نیوتن به قانون دوم خو میگه وقتی ما قوه به کتله وارد میکنیم، خود قوه مستقیما متناسب به شتابی که به کتله وارد شده. یعنی هر قدر که ما قوه زیاد کنیم، شتاب هم زیاد میشه، و هر قدر که قوه کم کنیم، شتاب هم کم میشه. و همچنان هم گفته که قوه مستقیما شتاب مستقیما متناسب، شتاب معکوسا متناسب به کتله. به معنی که وقتی که کتله زیاد بشه، شتاب کم میشه، وقتی که کتله کم شه، شتاب باز زیاد میشه. و قانون سوم نیوتن هم گفتیم هر عمل عکس العمل داره مثل سیول مختلف الجهت. اگر از طرف یک جسم به جسم دیگه قوه وارد بشه و از مستقیما از جسم دوم هم به جسم اول قوه وارد میشه، و این قوه با هم برابرن و مختلف الجهت هم هستن، که اینا به نام اکشن ریاکشن پیر هم ما میگفتیم. گفتیم اکشن ریاکشن پیر وقتی اتفاق میفته که دو تا جسم در میان باشه. این تا به یک جسم وقتی که دو تا قوه وارد میشه از دو طرف از او، اونا اکشن ریاکشن پیر گفته نمیشن. و من الله توفیق، این بود لکچر 11مین گپا، خلاصه لکچر 10 و 11 بود که گفته شد.